ساعت چنده؟ 4:30. نمیخواد پاشه بره بده تکلیفمونو بده. خب بریم چیکار کنیم؟ یه بدبختی شد. خب بهش بگو میخوام بریم خونه دیگه. آقا طبق قانون کاری ما تا ساعتی 4 بیشتر نباید کار کنیم. مزخرف نگو بابا، طبق قانون کاری حرف زد بابا. بابا وایسی میریم چه خاکی تو سرم کنیم، یه 2000 مساعده بگیریم ازش. چه مرگتونه، چه مرگتونه، باز اونجا پچ پچه. بله ما داریم کار میکنیم. به درد بگیرید که اینجا هر کاری میکنیم ضرر میکنیم. از روزی که من جلو باهات کردیم بمیرید، بمیرید که من اینجا داری سکته میدی به خاک سیاه نشوندی. آقای ددی بفرمایید، این بیلان کار ماه گذشته است، همش صفره. با این وضعیت ضرر کردیم آقای ددی. تو خفخون بگیر، خفخون بگیر که هر بلای سر من میاد سر اون نصف سبیل قضایی تو هست. آقا ای خدا، چرا هر کی اینجا کار میکنه یک تختش کمه، یک از یک ابلهتر. آقای جابری منظورتون من نیستم که. تو یکی ببرو صدات منگال، امروز حسابی قاطیم. دادی جان من به نظرم شما امروز خسته اید، شما برید خونه، من خودم اینجا هستم به نفع احسن کارا رو انجام میگم. اگر به این یارو عدل اطمینان ندارید به من اطمینان کنید، من خودم به نفع احسن کارا رو انجام میدم. به نفع چی؟ احسن؟ نه به نحو احسن. احسن که به نحو احسن چرا چیزی که نمیدونیم؟ ببین دادی با این وضعیت ما به قهقرا بدیم. خب ببندو دهن کلمه. خفخون بگیرید، ببرید صداتونا. یک دفعه دیگه من ببینم از این جلف بازی اینجا در بیاری خوشکتون میکنم میفروشمتون به موزه حیات وحش. واقعا محیط اینجا خیلی استرس داره، همش داد و بیداد، اصلا نمیتونم کارشو بکنم. مشاور جان من امروز قاطیم، یک دفعه دیگه تو صدات بیاری بالا دایی و خاله و عمه رو همه رو بیخیال میشم، یک شتلی میزنم تو رو پرت میکنم بیرون. آقای دادی شما خودتونو ناراحت نکنید. خب بگیرو شماره دایی تا بگی ببینم من چه خاک باد به سرم بریزم. بده من گوشی را. میگم امروز گیریم، حالا من جول بافیم. میدونم اینم بساط زندگی ما شده دیگه، بدبختیه دیگه. بابا زیاد صحبت نکنید، مگه میبینید آقای ددی داره با تلفن صحبت میکنه؟ نزن تو بابا. قربان شما باشه، خدا نگهدار. واقعا لذت نمیبرم. بس کن الان. خوب گوشاتون رو باز کنید ببینید چی دارم میگم. بله دایی الان گفت که الان پول تو بورسه، پاشت بره تحقیق کنید ببینید چجوری میتونیم این بورس ما سنگلاب کنیم، از این رکود اقتصادی بدبختی بیچارگی در بیاییم. بله باز باشه دادم این کار مچک منه نگاه میکنه، میگم پاشو بره تحقیق کنی. من حاضر پرونده ای را دمشو. سلام اردن، میگم که نیست صبحانه نمیخوری میخوای بری سر کار، الان یه چایی بخور دلت زف نره. میگی که نیست صبحانه نمیخورم میخوام برم سر کار یه چایی بخورم دلم زف نره. خب صبحونه میخورم، خب چرا نخورم؟ نه دیگه ددی بهت گفته بعد صبح زود بری دنبال بورس، وقت نداری. من آها یادم نبود، دیرم شد. میگم که من ایجی الان چیز شده. چی شده؟ ببین من دیروز کیف پولمو توی منچول باف جا گذاشت. خب الانم ماشینه بنزین نداره. گفتم اگه میشه یه پول کوچولویی تو با من قرض بدی، من شب که برگشتم بهت پس بدم. اردل این خیلی موضوع رمانتیکی که تو از من پول قرض میخوای و من الان برات میارم. خیلی رمانتیکه. آره فقط زود باش که دیر شده. یعنی باشه برد. بله بفرمایید. بازی نا اومده. سلام. من تاتوی قضیه هر رو در آوردم. سلام گرگ بی تمنی. من که به پولم رو تو منچول باف جا گذاشتم تو یه پولی به من قرض بده تا شب بهت پس میدم. چه جالب موشی، خیلی رومانتیکی، چون عدرم اتفاقا کیف پولش تو منچول باف. نه میگم که چقدر رومانتیکه با من میگم شما بیرون تشتاش مای صحبت خصوصی بعد میام خدمتون. از این جالبتر و رومانتیکتر اینه که من زنگ زدم منچول باف که به آقای ساید بگم کیف پولشون رو پس بفرسته. گفته این دوتا اصلا کیف پول ندارن که جا بذارن. این یه
دیگه من یک سوء تفاهم کوچولو که قابل حله. بله. این سوء تفاهمو شما نمیخواین حل کنین الان؟ من چرا توضیح میدم. من آی کیو گفتم هر وقت میخوای دروغ بگی قبلش با من هماهنگ کنین هزار بار. بابا یه فکری به ذهنم رسید، فرصت نشد با هماهنگ کنم. بمیری با اون فکری که به ذهنت میرسه که همه بدبختیشو هی بعد اون وقت من بکشم این فکری که به ذهن تو میرسه. جناب آقای بامشان تشریف نمیبرید، اداره دیرتون میشه. من اجازه بدین من چایمو بخورم. بله نمیخوای ویروسی بری اداره؟ ویروسی چای ده حلقه تمیدیم. بله من خداحافظشون منیز اصلا تو بگو یه روز شد اینا با زبون خوش این انسان خودشون پاشن برن سر کار. نیست دلم براشون میسوزه، میگم کاشی ذره پول بهشون قرض میدادی. تو نمیخواد دلت برای اونا بسوزه؟ اگه قرار بود رابرا دلمون واسه اینا بسوزه که الان یه قرون پولم خودمون نداشتیم که. آخه موشی ما نیستین همه پول داریم همچی راکت مونده، خب بعد هیچ استفاده هم ازش نمی کنیم، میدادیم به اونا. یه چی میگی؟ پول ما راکت مونده، تقصیر خودمونه. من چی کار باید بکنیم؟ ببین منیز، من و تو باید پولمون رو سرمایه گذاری بکنیم، باید از پول خودمون پول در بیاریم. آره من میگم شاید بشه یه سرمایه گذاری رومانتیک. آره اون قندو بده من سرمایه گذاری کنیم. آره چی کار داری میکنی الان؟ هیچی بابا، یه مقداری پول گذاشته بودم کفی کفشم، ظاهرا خرجش کردم. بیا بریم خودمونو بالاخره یه جوری به بازار بورس میرسونیم. بیا بریم. از چی میگی؟ حالا گیری مثلا خودمونو، اولا که نه ماشین تو بنزین داره، نه اینکه استثنان من امروز هیچ پولی همراهم نیست. استثنان امروز تو هیچ پولی همراهت نیست؟ امروز یعنی تو روزای دیگه پولی همراهت بوده، استثنان امروز پول همراه تو نیست؟ آره دیگه استثنان. آره این را اصلا ورش کن آقا گیریم. ما خودمونو به یک وسیله رسوندیم به بازار. بله خب بالاخره مغازه‌های زیادی میبینیم اونجا، چه میدونه پاساژ میبینیم برای خرید، بالاخره حوض کردیم یه پولی. سب کن. ما الان کجا داریم میریم؟ الان داریم میریم بازار خرید بورس و اینا. این بازار بورس کجاست؟ چه جور جاییه؟ نه تو بازار بورس چی کار میکنن؟ نه تو بازار بورس نگین بذاری من اینیه. تو بازار بورس چی کار میکنن؟ اینو دیگه میدونم. نه خرید میکنن؟ خرید تو بازار بورس؟ بله خرید میکنن. تو بازار بورس کجاست که خرید میکنن؟ تو یه بازاریه که توش پر از مغازه و کفش فروشی و طلا فروشی و اینه هست. توی بازار بورس پر از مغازه و کفش فروشی پاساژ و اینه هست؟ آره. اون وقت اون تو چی میخرن؟ بورس میخرن. تا اینجاش هم بورس چیه؟ گیر ندید. نه بورس چیه؟ دیگه نه بورس چیه؟ هر کسی میدونه بورس چیه؟ که همین شانه و بورس سر همونه دیگه. بورس همون بورس سره؟ شانه و بورس سر اونجا میخره؟ شانه و بورس سر این آی کیو بازار بورس، بورس سهام کارخانجات شرکت ها اینا رو خرید و فروش میکنن اونجا. پاساژه؟ خب اینو خودم میدونستم که اونجا بازاریه که کفش فروشی داره. کفش فروشی داره، ماهی هم میفروشه. بازار بورس مغازه این این جمله آخر رو خوب اومدی. کدی؟ ماهیگیری. آها ما الان بازار بورس نمیریم، میریم ماهیگیری. حال کردی، همیشه من اینجوری موقع کمکتم. واقعا از من تشکر کن که اگر من نبودم به هیچ عنوان به مغزت نمیرسید که. یه دونه جفا میام تو شکمت از پشت درات، یعنی از اونوری با هم شاد باشی. بریم برو بیا این پیرانه تموم تو کلم تموم شد. بیا نتنت کن.
نمیخوام پیرن همینو میپوشم میرم میرم. یعنی چی نمیخوام؟ خب ابرو آدم میره با اون لباس، یه هفته تنته. باز گیر داد، باز گیر. بابا به این عروسات یه چیز بگو، آقا نمیخوام پیرن کثیف میخوام بپوشم. صبح اول صبح شما داده شروع کردین. بابا جان ولش کن. اصلا بذار این چرک بگرده. ولش کن. آخه پدرشون ابرو منه. آقا عروس گلم ولش کن ببین. این اصلا دوست داره اینجوری بگرده. چه احوال شما خوبه؟ آقای پیروز قرض از مزاحمت ما یه مقدار پول داشتیم می‌خواستیم یه جای سرمایه گذاری کنیم. من با شما مشورت کنیم. چه جالب. خب چقدر هست این پولتون؟ ببینیم ما می‌خوایم با پولمون پول در بیاریم. و از اونجایی که چون یک مقدار پولمون راکده می‌خوایم این پول راکدو یک مقدار به جریان بندازیم. ببینش شما پول راکد نداری احیانا؟ نه چطور؟ آهان سعی کن از این به بعد داشته باشی. خب آقای پیروز به نظر شما چه کار باید بکنیم؟ من توضیح میدم. باش جان ولش کن. من خودم مشکلی رو که خانم‌ها دارن خودم حلش میکنم. شما برو به کارت. باز پای پول اومد وسط ما رو فروختی. یادت باشه. ببین دخترای من شما عین دختر خود من هستین. بله. من هر کجام به شما سود داد دنده 2% بیشتر به شما میدم. آره قربونه. خب پولتون چقدر هست؟ آهان با نفری 20 میلیون تومن. تو چقدر پول گفتی داری بهنوش؟ راستش من هنوز به پس انداز خب فکر نکردم. آهان سعی کن به پس انداز فکر کنی. خب آقای پیروز شرایط شما چیه؟ خب ببینید آقای پیروز ما میخوایم سرمایه گذاری داشته باشیم که خیلی پروانه‌ای باشه واقعا. ببینید هم پروانه‌ای خیلی هم رمانتیکه. آره قربون شما. خب این بس گفتی هیچ پس انداز نداری. آخ شما این هم پول از کجا آوردین؟ آهان تو اجازه بده من با آقای پیروز راجع به شرایطشون صحبت کنم بعداً جواب تو. آره عروسا. خب پس سرمایه گذاری حل دیگه. آها پس سرمایه گذاری حل دیگه. آها سرمایه گذاری داستان اینه که ما احتیاج به یک مقدار فکر داریم. فکر میکنی برمیگردیم جواب تو میدیم. برو معنید. اینا چی اومدن گفتن چی شد چی رفت اومدن رفتن اینا فکر کنم اومده بودن حال منو بگیرن قصد سرمایه گذاری نداشتم. رفت نمیتونم عدل بخونم اصلا این دلم گرفته انگار تمامی قرمهای عالم داخل این دل من ریخته و اصلا نمیتونم آواز بخونم. من به آینده خوشبینم. من مطمئنم ما بالاخره یه چیزی میشیم. آخه کی؟ ای بابا کی؟ کی دیگه از این مسئله نجات پیدا میکنی؟ همش باید بزنن تو سر من. میبینم ما به اوج قله های افتخار و مایه تیله و اینا میرسیم. حالا ببین حالا ببین حالا ببین کجا رو دل نگاه میکنی؟ چه خبره؟ خبری نیست اونجا که این فیلم ها میرن تو رویای گوشه رو نگاه میکنن. همونجور رفتم تو رویای گوشه رو دارم نگاه میکنم. دور دست رو نگاه میکنم. این فیلم ها جالب. من واقعا عدل لذت میبرم که دوتایی نشستیم ماهی میگیریم و ببند تو رویای اخی خودی. میگم بامشا فکرشو بکن پولدار، ماشین آخرین مدل، عینک آفتابی زدیم دوتایی، هتل گرون قیمت. آره آره. بعد یه بالون اختصاصی هم میگیریم، منقل و گوشت و کباب آماده میخوابونیم تو پیاز داغ اینا. احبا. میریم بالا همینجوری سیخ میکشیم کباب. سلام بفرمایید. بری بک سلام. باز این اومد. ها الانم که ما تو رویاییم باید بیای خرابش کنی. تو خیالات بودیم. تو تریپ خیالاته؟ بابا تو بالون نشسته بودیم اک حالی میداد اون خیلی بالا. خب حالا جواب چینجه آخه خانوماتون که گفتن رفتی بازار بورس که اینجا چی کار میکنی؟ اون ددیه نیست شکمش سیره رو شکم سیره ای ما رو میفرسته این ور ور. آخه ما اگه از بورس چیزی حالیمون میشد که الان اینجا نشسته بودیم ور دل هم که حرف زد. من فکر میکنم که دیگه من عدل به آخر خط رسیدیم. بچو اصلا ناامید نباشید. بعضمون خوب میشه. صبح رفته بودم همینجا که بابا حساب داره. اونجا رفتم گفتم وام میدن به هر کی روزی 3 ماهی بگیره وام میدن اینا. وام وام ماهیگیران. وای تموم شد. ما پولدار شدیم. اگر آره من هستم. هستی؟ بیا تموم شد. تو پول داری که بریزی به حساب؟ نه تو پول داری؟ پول داری تو؟ از در میری تو میگن این وام؟ خب پول باید بریزی به حساب. دارم. ها؟ ببینم این حقوقی که از ددی میگیرین چی کار میکنین شما؟ اجاره خونه و خرج زندگی میکنیم چی کار میکنین؟ آره دیگه منم هرچی پول میگیرم عیالم میگیره باج به باج میگه
خرج خونه رو من میدم. یعنی اند بدبختی این شما آدم پلوتون میشینه دلش کباب میشه. ای بابا چی بگم؟ حالا چیه؟ خیلی خب حالا داریم بعد اومدیم استراحت رویامون بزه برسیم. بریم تو یه تریپ خیال یه رالی دور دنیا. آره بریم. من موافقم. بعدش هم بالون سواری. آره بالون سواری. بخون اینا رو ولش کن. بخون بره. باشه. بیمه از یه دریایی نکن بابا خب بخون یه دنیا بیمه فرگی بیمه فرگی بریم تو دور دست دل من از گوشی دارون شد یا مردن مردن یا کار من باز به اینا سپردم گفتم برین بورس برگردین مردن یک زنگی بزن ببین کدوم گوریان اینا. آقای ددی زنگ زدم گفتن ما تو تالار بورسیم داریم تحقیق میکنیم الان میه. بله. ددی جون میخوای چایی برات بریزم چایی نبات اعصابت فروکش کنه؟ نه قربون تو برم قربون اون چشم و ابروی خوب تو برم نمیخواد من که دیگه بیخیال این چایی شما شدم شما بیا ماه به ماه حقوق ته بگی ریخت نست هم جلوی چشم من دیگه رجه نره باشا دستت درد نکن مثل اینکه اومدن سلام علیکم سلام علیکم سلام چی شد؟ چی کار کردی؟ جان چی شد؟ ما رفتیم به بورس تحقیقات کامل و کارشناسی و جامعی رو در این زمینه به عمل آوردیم حالا به این نتیجه رسیدیم که ما هم چی بام شد تو بکن ما رفتی به بورس و تحقیقات کامل و مفصلی انجام دادیم که از تو بگو آی چو این رو ملن من گفتم جملات من میمیری از خودت یه جمله الان بگی یه ذره فرق خب بزن خاک برو سرتون بکنن بله. خب یکی به من بگه چی کار کردین چه غلطه کردین بله ما رفتیم ما جناب داد ما بورس رو از هر نظر اوکی میکنیم بله. حل یعنی جواب میدم بله جواب بله شما برید جلو ما پشتتون هست ما موازف بشم یک زنگ بزن به دایت بگو که از نظر ما بورس اوکیه حالا ما فرصت تحقیق نداریم بله الو سلام علیکم حال شما خوش اومدید نشستی بله پاشون مقدمات و کار درست بکنیم فردا ما اینجا باید بورس را بندازیم بله بله چند دقیقه بشینید بله باشید برید به کارا برسید برید دنبال کارای نارید زیر پرونده این دلشون میخواد تو چرا نشستی؟ باشو برو دنبال اونا تو رو مگه نگفتن اینجا نباشی؟ برو بیرون میگم برو بیرون تن نزدم یکت لفت این نزد سوزون دیده از کارم منگال ما فردا صبح بورس منشول باف را افتتاح کرده این شام و مهمانی امشب را به فال نیک گرفته اون وقت این سرمایه گذاری و راه جدید را در منشول باف تبریک گفته و در همین جا من به این دوتا ابله به این گوگلونک با اون خیرخویتک اعلام نمیده که اگر این دفعه دیگه در سرمایه گذاری در کارهایی که بهشون محول میشه خرابکاری به بار بیاره با همین دستای خودمونا رو خفه میکنه چشتا جان شما خیالتون از اون بابت راحت بشه فقط یه موضوعی ها اونم اینه که اگه ممکنه شما یه ذره به حقوق ما اضافه کنید واقعا ما زیر بار فشار زندگی استخونه که داره همین جوری قرج قرج صدا میده بیا ای دو تا آدم هن اینا دو کلام با اینا حرف حسابی میزنی بی جنبگی از خودشون اه حقوق من از یاد تقصیر این بود این بود یه سر بحثی باز کرد ددی شما این دوتا رو ولشون کنید اتفاقا من و منیزم امروز داشتیم راجع به همین مورد سرمایه گذاری با همدیگه صحبت میکردیم بله ددی جون ببینیم ما میخواییم از پولمون پول در بیاریم خب بعد آقای پیردوس گفتن که شما اگه دوست داری میتونیم پولتون رو بدیم به من که کار کنم بعد ما پول دراریم پیردوس میخواییم پولتونه بدن اون مارمیلک برای شما کار بکنه اصلا حرفش هم نزن بابا خب پس ددی جان شما میگید ما چه کار کنیم من فکر کنم یکی از بهترین راه های سرمایه گذاری در است چیه دارم راه حل جلو پای ایالاتون میذارم راه حل تو میذاری جلو پای ایالاتون یه نفر صبح تا شب باید کنار تو راه بره راه حل جلو پات بذاره تو راه حل میذاری جلو پای ایالاتون مرغ و خروس بعد دیگه میپرن بابا جان سرمایه گذاری به نظر من اگر شما در
بورس سرمایه گذاری بکنی خیلی باید خوب باشه. من با بورس موافقم دادی، جواب میده. آره. منم موافقم. منم موافقم. شما کسی چیزی پرسی؟ نه. من نه. نفس ببر حلقتم. بله بله. من ایجاد سالن تالار بورس منچول باف افتتاح میکنم. بله. افتتاح شد. خیلی ممنون. ددی جان من قیچی آوردم که از این بونگلی زدم بهش که شما افتتاح میکنین که به قول دخترتون پروانه‌ای باشه. پروانه‌ای و رمانتیک. دفعه آخرت باشه ها. سالن بورس منچول باف افتتاح شد. با کلنگ افتتاح کنیم. کلنگ؟ آره. آی کیو؟ مگه میخوایم صد افتتاح کنیم؟ اینجا همه چی آماده است، کلنگ بزنن؟ کلنگ تأثیرش بیشتر، تأثیر گذارتره. بده 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 این بچه رو نشکنیم، یک کلنگی هم بزنیم. آقای دد اینجا سقف داره، چی رو میخواید با کلنگ افتتاح کنیم؟ حالا ما روبانا که بریدیم یک کلنگی هم میزنیم. کسی که فردا از ما نمیپرسه که کلنگا که زدی چی شد نتیجه. کلنگا دیگه میزنیم. بزنید کلنگ بزنید. افتتاح شد. مبارک باشه. کارکت اینجا برای چی خراب شد؟ کارکت تو کیمت گفت کلنگ برداری بیاری؟ من باز عقلم دادم دسته ای. کارکت اینجا برای چی خراب شد؟ اشکال نداره که حالا این که پارکت نکاشی اب نداره. دست بزنیم به افتتاح شد. عرض کردم آقای گلی. ببین عزیزم این یخچالای ما ساید بایستاده همه سیلور نانوه. لباس شویی هم که داریم همه سیلور نانوه. سیلور نانو یعنی این که لباس که بریزی توش بشوری تا یک ماه میکروب به خودش نمیگیره. آره قربونش. خب بدم یکی هم از لباس شویی بهتون. نه دیگه اونو باید با عیالم بیام خدمتتون. فعلا همین یخچال رو میبرم. آخه عجب آدم باحالی هستی. همینقدر که به فکر عیال و بچه هستی کافیه قربونه. آره. چیکار داری میکنی؟ چیکار داری میکنی؟ بدو بریم. بابا شلوغش کردی. بابا چی شده؟ منشور بافیا بازار بورس رو انداختن. دلار و پول و مایه و یاور و استاد و یورو و پوند و همه رو با هم استاد کردن رفتن. ای خود مرزا باز اینا تکروی کردن. پس میخوای برای دعوتنامه بفرستن؟ خودت باید حواست جمع باشه. بودو شالو کلا کن بدی. کجا؟ منشور باف بودو بابا ماشین روشن کن من اومدم. بودو ببینم. من الان خدمتشون میرسم. آره. الان میام. چی آقا؟ این بابای ما یه خورده استر پول و اینا میاد حواسش پرت میشه. الان شما برو فردا بیا. من یه یخچال خریدم پولش هم دادم. خب ایران نداره بیا تو سر کوچه با هم بریم با هم آدمو تو پفک می‌خوریم بعد آفیس تو من می‌ریم. فهمید میکی ماوس و هشت تا سهم میکی ماوس دادی می‌خره. 5 تا سهم 15 تا می‌خواد. نه 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 5 تا سهم میکی قبول. 5 تا بالاتر. ببین عزیزم باید بکنیم. آره. اصلا تعریف گفتن حدود 10 تا میشه می‌خره. شما رو می‌خره. گوشی لحظه گوشی. سهم چیو می‌خره؟ برنج شمال. برنج آی کیو اون برنت شماله. برنت شمال ببخشید. الو بله. الو دادا. 6 تا بالا. ما بورس هر راه انداختیم اینجا تالارش. حالا گور گور داریم سهم می‌خریم. آقا چی شد؟ آقای دادی میگن سهم روغن نباتی منچستر کشیده بالا. بفروشم بفروشم. آقا میفروشیم آقا. بله بله. آقا اینجا چه خبره آقا؟ چی شده؟ کجا برید؟ دادی جان ما هم هستیم. ما هستیم. ما هستیم. ما هم هستیم. ما هستیم. باشه شما بیاید. آره قربونه شما هستیم. اونو نمیخواد. حالا باید از دادش بگم ما هستیم. دو بالا به دو بالا بیا. آقا شما بالا می‌خرید. ما 5 تا ما. آقا این پنج بالا ما. آقا چیکار؟ آره. چیکار؟ دو پایین. آقا دو میخوام. دبیر جان. دو به من. ساعت. دو هفت. شما الان یه بالونی هم نگاه کن رنگش آبیه بالاش قرمزه بعد پایینش راه راه قرمز نارنجی. من توی هتل پنج ستارم تو افریقای جنوبی. ببین توی این بالونی که من هستم کلیه امکانات رفاهی فرهنگی هم موجوده. خیلی خوبه. IQ امکانات رفاهی فرهنگی چیه؟ ای دیگه تو رویا تو این بالون گیر نده دیگه. آدم ها نگاه کن. سلام بچه کوچولو. سلام بابا با اون بچهش نگاه داری کباب چندی درست میکنه.
خیلی خوب بس بی بیرون مارو باش درون دریا چهره چی؟ بیا بیرون ولش کن گوش کن من چی میگم مرد گنده بیا بشینیم فکر کنیم ما دوتا بدبخت ببینیم چیکار میتونیم بکنیم یه قرون دوزار پول جور کنیم بریم یه چهار تا سهم بخریم از این فلاکت بیم بیرون پول جور کنی؟ تو آخه مغزی دندزی باقالی پخته است تو... من یه فکری دارم نه تو فکر داری؟ میزنم تو دهنت حالا دیگه عدای منو نمیخواد دراری اعصاب ندارم منم اعصاب ندارم یه فکری دارم من ها بگو من میگم که خانم های ما یه پول قلمبه یه گوشه دارن به ما نمیگن دیشب دیدی سر شام میخوان برن سهم بخرن سرمایه گذاری کن از کجا پول دارن آره منم همین فکر رو میکنم اینا یه پولی دارن به ما نگفتن من حالا یه فکری کردم من میگم یه ذره رومانتیک بازی پروانه بازی دراریم بتونیم سرشون رو گول بمالیم این پولا رو ازشون یه جوری بگیریم سرمایه کنیم بریم منچول باف چهار تا سهم بخریم نه جواب نمیدی خودت علاف نکن الان من بهت نشون میدم چه جوری تو حرف نمیزنی ای بگو تو حرف تو منیژه خانم بله همسر فداکارم بله صدا کن خانم تو همینجوری منیژه خانم بله هم سر فداکار مهربانه یه لحظه بله اردن بفرمایید بله با من کاری داشتین جناب آقای بله 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 ما با هر دوی شما یک مطلبی عرض کنیم من مدت هاست دارم فکر میکنم چه کار بزرگی ما کرده بودیم چه کار خوبی ما کرده بودیم که دو تا همسر مثل شما فداکار با شعور متین فهمیده نصیب ما شد ما چه شانس بزرگی در زندگی آوردیم که شما شدین همسرای ما شما از این بهتر این از اون شما دوباره از این بد این از اون اینقدر تو رومانتیکی منیجه اینقدر باشعور اینقدر خوب کجای دنیا همچی همسری من گیر می آوردم من که کم آوردم در مقابلت من هیچ حالا ایشالله که تا روزی که ما زنده هستیم در کنار شما زندگی کنیم تا خودتون با دستاتون ما رو بذارید تو گور خودتون اون وقت 400 سال یعنی کلاغ یعنی 400 سال عمر کنید یعنی تا آخرین لحظه عمرمون ما در کنار شما زندگی خواهیم کرد درست میگم بامشا نه فکر تو نگفتی آره خوب از این نظره خیلی شما نمیدونین چقدر ماهی تو واقعا رومانتیکی تو پروانه هستی و من به تو افتخار میکنم رومانتیک چیه منیج اردی خان بله بله. شما موقعی که میگید همسر فداکار بله من تا ته خطو میرم بله. ما امروز همه پولامون رو سهم خریدیم یعنی از مؤسسه مالی اعتباری بنیاد و الان دیگه ما هیچ پولی نداریم از این چه رفتی به حرف ما داشت من داشتم چیزای دیگه ای میگفتم من اصلا سهم خردم پول چی باب ما الان حرف دیگه ای بود بابا نا اردن اینقدر تو رومانتیکی من به تو افتخار میکنم اما میدونی من و موجی امروز رفتیم نفری 20 میلیون سهم خریدیم 20 میلیون تومن نفری 20 میلیون تومن سهم خریدیم بله یعنی منیجه تو 20 میلیون تومن پول داشتی به من نگفته بودی؟ بله ما باید به شما میگفتیم خب بله که بعد میگفتیم مگه شر هرته شما نفری 20 میلیون تومن پر وقت ما یک قرون 2000 تجیبمون داریم میزنیم تو سرمون با بدبختی شما نفری 20 میلیون سهم خریدیم اردن تو که خودت الان گفتی ما همسران فداکاری هستیم من غلط کردم گفتم من بی خود گفتم خیلی شما فداکارین خیلی فداکارین حرف ندارین شما
حرف بزن! این بخچه نشستی اون بقیر! شما هم همین نظر رو دارین؟ من فقط میخوام بگم این کار شما اصلا درست نیست. این آیا درسته که ما پول یک شیر کاکائو و کیک رو نداشته باشیم؟ شما دفعه 20 میلیون پول داشته باشید؟ حرف بزن! خیلی نامردیه! خیلی یعنی تحقیقه! آهان! این از نظر شماها نامردیه؟ بله کاملا خیلی نامردیه! آها خیلی نامردیه! خجالت هم نمی کشم! آردان! بله! بگو دروغ میگی! پاچه بره بابا! ریخته تو نبینم! پاشو بیا بریم! باز بگو این رومانتیک و پروانه! بفرمایید! بفرمایید! یکی صدا تو ببرم! میگم؟ یه ذره تو نرفتیم من باید پولدار شم من حالیم نیست من نشون میدم سب آره من واقعا سر به تمولم تموم شدی باید پولدار شم بیا آره. تصمیم قطعی قطعی حرف زدی دوباره حرف میزنی عمل کن من هی حرف مف نزن من حرف میزنم عمل کن عمل کن حرفی که برو نه نه میبینی بامشان بفروشم چه جوری دارن پول در میارن میخوام میگم الان ما کار نمی کنیم ددی گیر میده بهمون ول کن بابا به ما چه چیش به ما میرسه اصلا آقا یک لحظه توجه کنیم یک کشتی غرق شد در حال حاضر سهام کشتی سازی سقوط کرد من سهام کشتی سازی رو میفروشم میخواد من سهام نجات غریق رو میخرم میخره این همین لحظه بنده 5 میلیون زلر کردمه داشته من آقا من در همین لحظه 2 میلیون سود کردم آقا خبر جلی بود کشتی رو آب داره صفا میکنه برای خودش من سهام کشتی سازی رو میخرم آقا جان من سهام نجات غریق رو میفروشم قربونش دو بالا مال من نه بابا من در همین لحظه 10 میلیون سود کردم به دوشو من ببین باش دفعه آخرت باشه خبر جلی میدی بابا پاشو بریم یه پولی 2000 جور کنیم ما هم سهم بخریم از کجا خب بمیری عین گوجه وایساده این بقیه خب من جور میکنم بارا نخر نوسانت بازار زیاده الان نمیخرم بفروشم پنج تا سوار با کل بازی کنم الو آره عزیزم زانتیاس آره مدل پارساله بل فنی سالم تصادف نه بله قسطی بدم برو بابا دلت خوش خریدار نیستی بگو از اولش که خداحافظ شما بابا جان بیا آقا اینم تا الان 700,000 تومان ما تونستیم جور کنیم ما نه من تونستم جور کنم بابا دیگه عدل منو تو نداریم الان ما ایم دست در دست هم آره اینجور ما آقا رفیق فابریک میشید دست در دست هم یعنی با هر چی داشتم فروختم من کچلوارام هم فروختم تو یعنی هیچی نداری برای فروش؟ جونی عدد دیدی که همون چند تا پیرنه داشتم که خب میگفتن سایز بزرگی دیگه آها. اصلا نگران نباش ماشینی تو وقتی فروختیم کلی پول در میاریم عجب این رو داره آقا سلام علیکم سلام آقا واسه ماشین مشتری جور کردم تموم شد بدیم بیا نگرانیت هم حل شد دیگه مشتریش چی شده؟ شلوغ نکن بینم چی میگه برای ماشین مشتری چند میخرن آقا جون؟ یاوره گفته که 500 زیر فی بازار استاد میشه 500,000 تومان زیر قیمت بازار؟ بله. برو آقا جون برو قربونه برو پیکار چی بری وایسر کنه آقا نمیفروشیم ما بریم ما منو علاف هم نکنم برو روزی 100,000 را برم کف بازار برداشتم کورک جون وایسر عجل نکن عزیز من عدر جون عوضش میفروشیم پولشو سهام میکنیم دیگه برو بیار چیز کنم نمیدم ماشین رو 500,000 تومان زیر قیمت بازار هی حرف میزنه باز نمیزنی با پیشم ماشین دست دومه دیگه حالا دیگه قیمت همینه دیگه آقا نمیخوای این طرف میگه چشش دنبال مالش نباشه وقتی فروختم من بهتون بگم آقا جان میخوای چه بدبختی شد خیلی خوب جهنم ضرر بلو اول پولو بگیر بیار بعد سویچو ببر ممکنه اونم میشه آها چیز دیگه نداریم واسه فروش نه عزیزم هرچی داشتیم فروختیم دیگه هیچی نداریم دیگه مجیبه
آها این یونیت هم هستش. بله فروشیه. بله ببن حلقه تو منیجه بفهمه سرمو میبره میذاره رو سینم. اینو مشتری براش دارم سرتیر میره. برو آقا جان یونیت نمیفروشیم، برو شما. مشتری سرتیر داره. چرا نمیفهمی؟ میگم یونیتو نمیفروشیم، مال این خانم همه نمیفروشم. اینو مشتری دارم من بابا. مشتری دارم براش. خب بیار میگم چیز کن که پولشو بیار مشتری بیار این یونیتو ببره. اینو نمیدم یونیتو. اینو فی 500 زیر فی بازاره. عالیه خیلی خوب. آقا جون ایولامون چجوری ما رو دور زدن؟ ما حقمونم که میزنیم کف دستشون. ما رو دور زدن، یادت میاد؟ خیلی اینا بدجنسی کردن در حق ما. یعنی تو نمیدونی این همسران ما در حق ما چه کرد؟ من حق اینا رو میذارم کف دستشون. آقا جان شما مشتری برای یونیت داری، بیا ببر بده اینو اسقاطش کنم. میبرم میگم اوراق چی؟ اینو من میفروشم 2000 تومن. تا چه چه اینا در صد هم نه شما یه ملی. ببخشید معذرت میخوام، چینو میخواین بفروشین؟ بام شاد خان شما هر کاری در حق ما بکنید ما حقمونه. این من اخبار کرد. این به من گفت. من گفتم نکنیم. گفت نه یونیتو ببین. به منو ببین. نه من هی میگم نه. نه من که بله بله. منیژه بجنسه. من کی؟ مخوای بفروشینه 2000 تومن. نه مئینه مزنم این سیمشو این چسبره گفتم دوتا اینا نگاه. خب چند کشیده جابری جان ببین برنت شما را اگه بخریم سر هفته 5-1 سود کردیم. برنت شما الان خوب نیست، الان لاستیک سازی میلان خوبه. یه قدم بر من برنت نکن. الو بگی شماره رو. هی اونو نگاه میکنه شماره. الو آقا اینا شدن برنت شمال، ما شدیم بالون ایرلاین. برو شماره بگی. بگیر ایرلاین رو بگیر. الان ایرلاین خوبه تو کار بالون. سهم بالون صنایع و هواپیما سازی. بالون ایرلاین کشید بالا سهم. تو به کار نمی خوام. برو قرمز شاسی قرمز رو بزن. آها بله بله. نه بالون سازی میخوام. تپا بالون سازی من میخوام بزن چون که بالون همون میخوام. بدینم 5 تا بالا 10 بر 5 به 1 10 10 بر 1 10 بر 1 آره دیگه 10 به 1 خودم میدونم اینا رو این موقع میخوام بگی قرمز اونو بزن. الو بالون ایلان 2-5 شده ماست دادی بدین. آقا در این لحظه ما 20 میلیون سود کردیم. میفروشم 5-7 میفروشم 1000 تا 2-5 مال ایشونه. 2-5 بگیری بزن هندوانه فروشی ببینید چی شده. بگیر بخر ازش. بدید به ما، ما میخریم. آقای ددی خریدن نمیفروشم. بله بله قرمز این 5 بالاتر نمیفروشم. الو برو بخر دیگه. میگم خانوما برن یه جای دیگه بشینن یه ذره هوا بیاد. چی؟ پیچ پیچی. ای کجایی به ددی؟ اینجا ما سیخته بابا کم کنو کپتو گلگونه گلونک. بله اینجوریه. ای چه حالی میده مایه داری؟ واقعا چه حالی؟ ددی شما هیچی نمیخوای به این دوتا بگی؟ چی بگم بابا جان؟ من که گفتم اینا دوزار گیرشون بیاد شلوارشون که دوتا بشه ادب و حیثیت و همه چیز زیر پا بیزارن. اینا جنبه ندارن. گفتم بهتون چی بگم دیگه الان بابا؟ دادی اینقدر یه چیزی به اینا بگو آخه. چی بگم بابا؟ این دوتا الان از عمده سهامدارای بورس منچول باف هستن.
اینا سرمایه‌شون رو بکشن بیرون، بورس من چلباف با مخ خورده زمین ورشکست شده. چی؟ بسازیم دیگه بابا، چاره‌ای که نداریم. ای خدا این حالا از ما نگیر. میگم منیژه؟ بله اردل. وقتی این جواب منو میده آقا من حالم به هم میخوره. باشا فقط دلم میخواد ادای منو در بیاری. نه ادای تو در نمیارم. چی؟ من توری از شخص آویسی میشم. اگر نمیدونی این که حرف میزنه اصلا نگار اعصاب هم دارن را میرن. دوشون همینن. بسه بسه دیگه شورش شما در آوردین. خجالت هم خوب چیزی ها. یک کلمه دیگه حرف زنی کل سهاممونو میکشیم بیرون. همچی با مغز بیای زمین. آره قربونش. جوری هم بخوری زمین که وقتی بلند شدی دوله دوله اینجوری بگیم. این نوک نشناسایی. چیزی گفتی؟ چیزی گفتی؟ چیزی گفتی؟ با خودم هستم. با خودم زمزمه کردم. ددی واقعا که دختراتو به این دوتا فروختی ددی. ددی این ما از شما انتظار نشتیم. بیا بریم پشت. برو منی. بله. خب چه الان چند شده؟ بله. ها؟ من بالاخره دارم حرف میزنم. یک دفعه دیگه تو از تو بورس خربوزا و هندونه بیا باهاشون یک با هم تلفن میذارم تو دهن. خب توش پول آقای ددی سود زیاد. بله ببخشید. من بالاخره میدونستم که ما به یه جایی میرسیم. به اوج افتخار. میگم اگر باش بریم سر جام بشینیم. یه الان گیر میگیم. آی کیو ما الان صاحب 98% سهام منچول بافیم. گوشی ددی کیلو چنده؟ آقا همین الان رئیس محیط زیست اروپا اعلام کرده که بالون سالمترین وسیله حمل و نقله. آره سهام بالون ایران کشیده بالا. بالون ایران رفت بالا سهامش. هشت میلیون کشیدی بالا 30% سهمو بفروشید. آقای ددی میگن آشامان گوش کنین چی میگن بگو. میگم 8 میلیون کشید بالا 30% سهمو بفروشید. زود باش سری دفعه آخرت باش سر من داد میزنی. بله چی گفتی نشنیدم. ول کن نبینم خواهم چی گفت. چی گفتی الان تو میخوام خب بفروشید دیگه. میگه بفروشید دیگه. خب آقای ددی چرا میزنی؟ خب 30% سهامو میفروشیم. بله سهامو میفروشیم. بله بلکوت بلکوت چای بخوره تو سرت. فقط کمکاری نکنین. حالا یک چیزه به ما میگن آقای جویدایی زنگ زدن گفتن که این کاره درد بگیره تو بارو دارید که هرچی میکشم از دست تو و دایید هستم. بگو برو آقا گوشید. بله همین الان خبر دادن دو تا بالون خوردن به هم. خب به ما چه ربطی داره؟ سهام بالون ایرلاین کشید پایین. مگه بالونای ما بوده؟ مال ایرلاین بود. ایرلاین بود. بالون ایرلاین. بله. هیچ مسئله خونسردی خودتون حفظ. آقا 8 میلیون کشید پایین 30% سهامو بفروش. بفروش. گوشی. عجله کنین فقط. آقا 200 نفر کشته 2000 نفر زخمی. ورشکستگی استاد شده. آره. الو. آره. الو. ما به اوضاع مسلطی مثلا مسئله این نیست. الو آقا غرامت خواستم بازماندگان حادثه 50 بدیم کشید با این عجیبمون باید یه چیزی بدیم. آره من نمیفهمم این همه خط هوایی توی دنیا وجود داره این بالون ایرلاین چی بوده که شما رفتید گرفتید حالا؟ دری جانی همش این بود. من گفتم من چه گفتم؟ تو نگفتی بالون ایرلاین خوبه بخریم؟ من گفتم بالون خیلی علاقه مندم بالون دوست دارم. شما چرا به حرف من گوش دادید؟ سلام جناب آقای جابری من طول بافتون رو هم تن قابل توجه همه آقایون ما اومدیم اینجا که دو به یک بخریم 1000 تا سهم موجوده. آقای جابری فرمودید منشول بافتون چند؟ سهم متفرقه هم اگه بخواین ما داریم 2-1. حالا او دوتا شعور درست حسابی ندارن. من بگم که انتظاری از اینا دیگه چرا؟ اینا که دختره های من هستن. اینا دیگه چرا باباشون رو فرامش کردن؟ بیا دوشونه
من ما الان 80% سهام منچول بافو خریدیم و چون شما دیگه اینجا کاری ندارید من پیشنهاد میکنم تشریف ببرید منزل استراحت کنید. بله دادی جون، به نظر منم شما بریم و اینجا همه کارا رو درست میکنیم. واقعا بله، من که توی بورس بازی حسابی کرکوپرم ریخته بابا. اما آره بهتره برم یک استراحتی بکنم. بله. فقط دیگه سفارش نکنم بابا، خودتون بلدین که با او تنتیز تاکسیدا و او چاملی شجوری برخورد کنید. دادی شما حواستون یعنی خیالتون راحت آها باشه. دیگه سفارش نکنم. جناب آقایان سهامدار بالون ایرلاین، حالا احوالتون چطوره؟ خیلی ممنونیم. خوب هستیم، خیلی متشکر. ایاد باور کن من به این عدل نامرد به این گفتم بیا مثل ایالامون سهام رو بخریم. اردل آقا نظر شما چیه اون وقت؟ من نظر خاصی ندارم میدونین، فقط معتقدم که یک زن و شوهر اصلا نباید در زندگی مشترک چیزی که براشون مهم نباشه، باید یعنی چیزی که نباید براشون مهم باشه همین مسائل مالی و مادیات و اینا. واقعا مسائل مالی در زندگی مشترک اینه چینی پرت میکنم به سرت به موضوع برم به تعیین میکنم. ببخشید مجد خانم، منیج خانم، من بیلان کار یک ساله گذشته رو در آوردم. برید بیرون که ما با بامشاد و اردی خان جلسه داریم. اگه اجازه بدی کمی در جلسه باشن. باشن همه بیرون. من که باید باشم یه موقع چایی چیزی. نه شما هم بیرون. بله بریم. به کمک من احتیاجی نداریم. شما دایی. بله بله. بیرون. میگم خب هستین شما خوبین؟ شما خوبین؟ خیلی خوشحالم که در اونجا نشستین شما. آخه طبق نظری که من و منیج داریم و تصمیمی که برای شما داده گرفتیم اخراج ویریسید برید بیرو با زبون خوش اخراج و اینکه صبح تا شب شب تا صبح در منزل حضور دارید، زمین طی می‌کشید، ظرف می‌شورید، غذا درست می‌کنید. حالا چون شوهر امام هستید و تیری پارتی بازیه، ماهی 1200 تومن هم پول تو جیبی. 1200 تومن در ماه؟ ما باید خرجی بدیم. خواهش می‌کنم. بریم بیرون. موشی جونم ببین این دندونت باید عصب کشی بشه. آها نمیفهمم من چی داری میگی. میگم منیز مطمئنی این دندون عصب کشی میخواد؟ آره عزیزم مطمئنم. منیز یه چی میگی؟ این درد نمیکنه، اون وقت چجوری عصب کشی؟ نه ببین الان تو بدنت گرمه متوجه نیستی درد میکنه عصب کشی. کار تو با کار. باشه سلام 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 سلام. خیلی ممنون، اومدم یک خبر هیجان انگیز رو به شما بدم. بگو عزیزم بگو خبر تو. منیش جون داری چی کار میکنی؟ باید دندون موجی عصب کش کنم. کدوم دندونشو باز کنم؟ دندون شما شیش شیشش به نظر من که عصب کشی لازم نداره. درد داری؟ عزیزم شما از اون فاصله چجوری تشخیصیدی که لازم نداره؟ من تشخیص دادم لازم داره. اما من فکر میکنم که با یه پر کردن ساده حل بشه. منیش جون بهروش جون من دکتر خواهرم، من تشخیص میدم که چی کار باید بکنم. خب بله، ولی آدم بی خودی که عصب کشی نباید بکنه. بس بهنوش، مگه تو نیومده بودی یه چی بگی؟ بگو برو. وای اصلا داشتم میرفت، اومدم یک خبر هیجان انگیز بهتون بدم، یک حادثه تاریخی و مهم صبح اومده. صبح کوروش رفته بوده بانک پول بگیره. بعد هم که وارد بانک میده تو صف وایساده که پول بگیره، یک سارق مسلح حرفه‌ای وارد بانک میشه. وای نمیدونی یهو میگه دستا بالا، هیچکس از جاش تکون نخوره. بعد همه هم از ترس خشکشون زده بوده، هیچکس تکون نمیخورده. کوروش با شهامت و شجاعت تمام آروم یواش از پشت میره نزدیک دزده میشه، یه دونه لگد میزنه اصلش از دستش میگیره. بعد دستای دزده رو میبنده، منتظر میمیسه پلیس که میاد تحویل پلیس میده. بهنوش همین رو الان راست گفتی؟ وا
آره. میگم بهنوش، تو تازگی ها فیل پلیس زیاد نگاه میکنی نه؟ منظورت چیه؟ من اینجا خبرش از صبح همه جا پیچیده. اگه همچین اتفاقی افتاده بود اول همه من خبردار میشدم، بعدش هم تازه بی ریخت و قیافه آقای کوروش نمیاد از این ادا و سویا بلد باشه. اتفاقا خیلی هم خوب میاد، بعدش هم امشب قراره فیلمش از تلویزیون پخش بشه. آقای کوروش یه ذره هم نترسید رفت پیش سارق مسلح؟ کوروش؟ آره. کوروش شما نشناختین. کوروش اصلا از هیچی نمیترسه. من میگم زیادی شلوغش نکن، حالا شاید شانسی شانسی یه اتفاقی افتاده. آره. ببین مجده جون، اولنش که شانسی نبوده، دومندش این کاری که کوروش کرده از پس هر کسی بر نمیاد، سومندش ببخشینا چون شما شوهراتون ترسوان به من حسودیتون میشه. بام شاد من که اصلا ترسو نیست، بعدش هم در ضمن اصلا بام شاد من اند شهامت و جسارته. ببین اینو راجع به کسی بگو که من خواهرش نباشم. به هر حال من اومدم فقط بهتون بگم که امشب برنامه‌اش از تلویزیون پخش میشه، اگه دلتون خواست میتونین نگاه کنین. خدافظ. موشی شوهر ما واقعا ترسو بیورزد؟ منیت بی خیال شو، این دندون منو درست کن برم هزار تا کار دارم. سال خارو بگویم من الورو باشه. برو بیم به من چی سر اون چرت بازست من جد بیم اداره مگه جای خوابیدنه؟ بذار تا آقا جا بری نایمده یک شورتی بزنیم دیگه، دیشب تا صبح داشتم فوتبال میدیدم. تا صبح؟ فوتبال که تا ساعت یک و نیم بود. نه اون فوتبال رو نمیگم که، یه بازی رئال مالدیو بود و برزیل 400 تا هم گل زدن، خیلی خوب بود. بگی بخواب روس نور. اینا اینترنت بازی میکنی؟ بله. اینترنت بازی میکنی؟ اینترنت بازی میکنیم. این رو فکر کنم اون که مال چهار قسمت قبل بود که بکنم مرده یه ذره دیر به دستش میرسه. رکوردی تو چی میگرم؟ من 150 هزار تا امتیاز دارم، سه تا هم جون دارم. سلام. بزن چهت رازو، منو نگم. خبر جدیدو شنیدید؟ نه نشیدید؟ اردل شادبام، خبر جدیدو شما نشیدید؟ خیلی جالبه. چیه حالا؟ من الان قبل از اینکه بیام رفتم پیش آقای پیروز کارش داشتم. آقای پیروز به من گفتش که یه دونه پول داده، یه کیسه پول داده به کوروش که ببره براش توی بانک حساب باز کنه. بعدش هم وقتی کوروش وارد بانک میشه، یه سارق مسلح وارد بانک میشه که آقای کوروش، آقای پیروز میگفتش که اینقدر هیکلش گنده بوده که اسی پیشش سوسک بوده. راجعه دعاشو من درست صحبت کنم. خب بگه بقیهش رو بگه ببینیم چی میگه. بله بقیهش نگفتم. بعد تو همین فاصله اون آقای سارق یه دونه از این چیزا داشته، اسلحه داشته اینقدر. یه دفعه برمیگرده به کارمند بانک میگه که یه گونی برمیداره میندازه جلوش پرت میکنه، میگه هر چی پول داری بریز این تو. همه همچون خشکشون زده بود. بله بذار بقیهش هم بازم بگم. بعد اون وقت کوروش اونجا وایساده بود، کوروش یه دفعه برمیگرده از پشت اون سارق با اون گندگی رو همینجوری دستگیرش میکنه، تحویل پلیس میده. راست میگی؟ بله آ تو هم باور کردی؟ بله خدا آقای کوروش یه روده راست تو شکمش نیست. نه. تو باور کردی؟ اصلا کوروش نمیخوره. نه باور کنید، خدا آقای پیروز گفت، تازه گفتش که پلیس و مردم خیلی از کوروش تشکر کردن، اون وقت تازه شب گزارش رو میخواد تلویزیون نشون بده. آره؟ بله. آره باور کردی مطمئن؟ بابا میگه تلویزیون شب نشون میده دیگه. بابا خیلی خوب، حالا مثلا کار خیلی مهمی انجام داده. چیکار کردی؟ ببینم شما چه نقد حسودی تو میشه که کوروش کار مهمی کرده. من حسودی؟ من تو داران کاراگاهیم روزی یه دونه سارق مسلح بانک تسکیر میکردم، روزی سه تا قاتل خطرناک. اردل وحشتناک. اردل خواهش میکنم به اینا اگه دروغ میگی بگو، ولی به من که نمیتونی دروغ بگی. یادته تو یه دوز میدیدی روتو میکردی اون وقت. اون وقت من دوز میدیدم رو میکردم. بله من یادت رفته؟ یادت رفته رفتیم بانک، رفتیم یه روز رفته بودیم بانک من و اردل. اون وقت یه بچه اومده بود از این اسباب بازی در آورد. خب حالا دارم میگم تعریف میکنم. بعد یه دفعه گفتش که بچه گفت دستا بالا، یه دفعه اردل غش کرد افتاد وسط بانک. از یه اسباب بازی ترسیدی؟ چی شد؟ هیچ وزن بابا تو کاراگاهیش از اسلحه یه بچه ترسه غش کرد اردل. راست میگه مرگ کارتونو بکنی؟ بله، چشم. سلام علیکم. سلام آقای دادی. سلام آقا. آقای دادی، بیلانه.
خوب هستین شما؟ نه خیر. بله. چرا؟ از صبح تا حالا دارم به حال خودم حسرت میخورم. از صبح تا حالا دارم به حال خودم تأسف میخورم که چه آدم بدبخت بیچاره من هستم. چرا آخه؟ واقعا که خوش به حال بابای بهنوش خانم. بهنوش خانم کیه ببخشید؟ بهنوش خانم کیه؟ بهنوش خانم خواهرت احمق جان. آها خوب. بله. چرا؟ چرا؟ برای اینکه پدر بهنوش باید به داشتن همچین دامادی افتخار کنه، به داشتن دامادی مثل کوروش، اون وقت من از داشتن دامادای احمق مثل شما احساس خجالت بکنم. خدا سوال. البته من فکر کنم این آقای کوروش کار خاصی نکرد. چی شده حالا؟ بذار ببینم چی میگی. چی شده حالا؟ چرا؟ چرا؟ بله بله. خب مگه نشنیدی خبره؟ الان همه خانواده کوروش دارن بهش افتخار میکنن. او وقت شما دوتا احمق؟ بله. تقصیر شما هم نیست البته. بله. این سرنوشت من بیچاره است که دوتا داماد یک از یک احمق‌تر گیر من بیفته. تقصیر شما که نیست. بله. خب من خدمتتون عرض کردم که کوروش کار خاصی نکرد. این کار ما بس ببر صداتا. نمیخوام صداتا بشنوم. آخه میدونین ما این برای این بس دیگه به کارتون برسید. نه من که کاری نکردم. نه با چی شبت میکنی؟ خانواده رئیس بانکن دارن تشکر میکنن. آخه خواهش میکنم. خواهش میکنم. جان سلام علیکم. سلام علیکم. شما اومدین به کوروش تبریک بگین. خیلی من نه ما رفتیم در مغازه شیر و کیک بخوریم، دیدیم تشریف ندارین. شیرینی و شربت بفرمایید. شیرکاکاو هم چشمم بفرمایید. شیرکاکاو کیک ندارین؟ نه حالا اینو بفرمایید، اونم بعداً براتون تعذیبشو میگم. جشن گرفتین؟ بله برای قهرمانی بذارم. بله اینا مجانیه عزیزم. شما بخور اینا روی ما رو نبر. بعده برا تو با این هیکل اینا به خاطر پسرم کوروش جشن گرفت. مبارکه. به هر حال اگر باز هم دزدی اومد اونجا منو خبر کن. آره خدا حافظ. به به من به این کوروش افتخار میکنم. بله بله این از بچگیشم همین جوری بود. یه مرتبه قشنگ یادمه اردر جان وام جون دو سالش بود کوروشم. دو سال. این کوروشم دو سالش بود. توی این باغچه ما داشت راه میرفت، یک گنجیش بچه گنجیش افتاده بود گوشه باغچه، یک گربه هم کمین کرده بود طرف این جوجه گنجیش که پرید اینه بگیره. آقا این کوروش این عقاب رفت میان این گربه رو کرد، این جوجه رو کشید ول کرد رفت. آره شما نمیدونی این از بچ بعد گربه ها رو آویزون کرد به درخت برای عبرت بقیه گربه ها به دارش زد. آره چه بچه قهرمان. دو سالش بود. دو سالش از بچگی در وجناتش قهرمانی دیده میشد. بله گربه ناراحت نشد دستیش این تو حلقه اون الان خاطره چیزی دیگه. بله خوب هستی؟ سلام علیکم. سلام علیکم. تبریک بگیم گروه. ببین یه تعداد خیلی زیادی دم در وایستاده بودن میخواستن عکس امضا شما بگیرن اگه هم اشکالی نداره. من الان کاغذشون رو آوردم برای امضا خلاصه. آره اردر جان بامشاد جان شما هم اگه عکس میخواییم بگیرین الان موقعش دیگه کوروش وقت نمیکنه با اتون عکس بگیره. من گفته باشم باشی 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 بری تای صف فقط. حواست باشی نمیشه جنر تو هستی. چی تو هست؟ تو عکس کوروش رو میخوای چیکار کنی؟ خیلی ممنون آقای پیردوس. خیلی ما دیگه با عزتون رفع زحمت. من گفته باشم این الان بهترین موقع است که از پسر قهرمان من با خودتون عکس داشته باشید. من یه کاری با کوروش دارم، ممکنه بشه جمله‌ای بگم؟ بله بله کوروش جان ببین اردل جان چی میگن پسر قهرمانم. بله ما اصل سناهاری خواهی آهیگیری. خیلی تبریک. اصل سناهاری خواهی بابایده ما اصلی سنهاره خیر آهیگیری اصلا نمیتونم. چرا؟ چند تا خبرنگار میان اینجا مصاحبه حضوری دارم. مصاحبه حضوری داری؟ شید الو جانم جانم. بله 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 کوروش جان. کوروش جان از مجله قهرمان زنگ میزنم. بعدم زنگ میزنم. الو
نه میام حالا خودم اونجا. آره قربونه پسر درست کردم بهره ما. بریم الان بریم. اتفاقی افتاده؟ من الان چیزی گفتم؟ اصلا لازم شما چیزی بگین؟ نگاهتون نشون میده که یه طوفانی در راهه. اردن اصلا طوفانی در راه نیست، من فقط یه سوال کوچولو ازت داشتم. بفرمی. ببین تو تا حالا توی زندگی یه کار خیلی شجاعانه و قهرمانانه انجام دادی؟ من؟ بله. تو دلت بخواد بگو به من تعریف کنم. آره آره. آها یه بار من یک پیرمردی رو دست گرفتم خیابون رد کردم. خیلی کار خوبی کردی این کارو، ولی من منظورم الان این نبود. الان منظور من یه کار دیگه بود، مثلا جون یکی از مرگ نجات دادی واقعا تا حالا. خب هم جونش رو هم مرگ نجات دادم دیگه. خب چجوری؟ من پیرمرد رو بردم اون برای خیابون. خب اگه من این کار نمیکردم خب یه ماشین میزد بهش خب میمرد. نه ببین من منظورم این نیست دیگه. چیه منظور؟ یه کار دیگه. آها یادم اومد کار دیگه هم کرد. چی کار کردی؟ بگو. یه بار همینجوری من تو اتوبان میرفتم دیدم یه آقایی خب گوشه اتوبان پنچر کرد. خب من پیاده شدم کمکش، پنچری ماشینشو گرفت. اردل خب بابا جان چرا متوجه نیستین؟ من اگه پنچری ماشینشو میگرفتم اون همونجوری پنچر سوار ماشین شد میره، بعد چپ میکرد، بعد کشته میشد، بعد تو این ملقی که داشت میزد چهار نفر دیگه هم له میکرد. یعنی من جون پنج نفر رو در واقع نجات دادم. نه این مدلی نمیگم جون کسی رو نجات دادی، که مثلا سارق مسلح تو رو دستگیر کردی. تو من با تو میدونم چی کار کنم کوروش. یعنی من با تو میدونم. نه من سارق مسلح تو رو دستگیر نکردم، اصلا هم هیچ وقت دلم نمیخواد هم چی کاری بکنم. مثلا چرا؟ اولا که این خیلی کار رومانتیکی، بعدش هم خیلی کار خوبیه، بعدش هم خانوادت بهت افتخار میکنم. ببینن چقدر به آقای کوروش افتخار میکنن. اون کاری که کرد آقای کوروش خیلی احمقانه بود، برای اینکه اگه دزده میزد میکشتش وقتی که کسی نمیتونست بهش افتخار کنه. چرا اتفاقا؟ اگر میمرد بیشتر بهش افتخار میکردن. آره؟ بخاطر اینکه جون یه آدم رو نجات داده بود، یه دزد رو دستگیر کرده بود. آه. و بعد میمرد و بعد زنش و خانوادهش همه بهش افتخار میکردن. بس نخور میخوام میزو جمع کنم. آره؟ بس دیگه نخور میخوام میز جمع کنم. من هنوز غذامو نخوردم. ویری؟ نه ویری؟ بله؟ همون ویری. ای خدا. خب غذامو وقتی شد باز. ببین ایاد، من که اصلا منکره نیستم که کوروش حرکتهای شجاعانه انجام نداده، ولی میگم که منم خب بالاخره سری مزایای و حسنای خاصی نسبت به اون آدم دارم. مثلا این که من خب هر کسی میدونه صدای دلنشینی دارم، از نظر ظاهری اصلا رفتار منش خیلی در سطح بالایی. ببین بام شاد، منظور من اصلا این چیزا نیست. منظور من انجام دادن یک کار قهرمانان است، یک کاری که من روی این خواهرتو کم کنم که این اگه شوهر من قهرمان شوهرتو بیارزه است. کی گفته؟ بهنوش گفته اینا؟ بله، تازه گفته که من خواهرشم بامشادو بهتر از تو میشناسم. بامشادم از بچگی بی عرضه دست و پا جلفتی ترسو بوده. اون اینا رو میگفتم هیچی به جواب ندادی، همجوری گوش کردی؟ خب من بامشاد چه دفاعی میتونم از تو بکنم؟ خب همه رو راست گفته. اصلا تو بگو، تو تالا یه کار شجاعانه انجام دادی؟ خب نه دیگه، اصلا تو تالا جون یه در نشون دادی، نجات دادی، دوز دستگیر کردی بامشاد؟ نه این کار رو نکردم، ولی یک کار خیلی مهمه دیگه انجام دادم. چه کار کردی؟ ببین یه بار چهارشنبه روز نیمم چندم بود، داشتم خیابون قدم میزدم. خب ناگه دیدم یک
پسری یعنی یه آدم داری یه بچه رو کتک میزنه به زور دارم که پولتو بده پولتو بده. من مدتی نگاش کردم نتونستم تحمل کنم، چنان با سرعت پریدم با همین شکم زدم تو صورت پسره شق شق، گفتم پوله این پسره رو میخواستی به زور بگیری آدم زور کو، همینجوری چند تا با شکم زدم یارو در رفت اصلا ترسید. بعد پول گرفتی دادی به بچه‌ه؟ آره دیگه. بام شد. من به تو افتخار میکنم. تو چطوری تونستی از یه آدم گنده زورگو پول اونو بگیری پس بدی به بچه‌ه؟ خواهش میکنم. البته آدمی زیاد گنده نبود. این مثل که دوست همسایه‌ش بود 10 یا 11 سالش بود. گرفتم کتکی زمده دیگه پول به زور از دوستت اون بچه‌ها نگیری. بام شد. منظور تو اینه که یه پسر بچه رو زدی؟ آره دیگه، من برام این ها چیزا نمی... کسی بخواد زور بگه، پول زور بخواد بگیره بامشاد، من... بسه، صدا تو نشنوم، دیگه یه کلمه با من حرف نزن. چرا اینم؟ نشنوم صدا تو بامشاد. یه خاطر دیگه هست اونو بامشاد. مصاحبه نه دیگه، نه امشب 8:30 پخش میشه مصاحبم. بله نه حالا یه وقتی بعدم بزن. خیلی ممنون، خداحافظ. خب نمیخوام مصاحبه کنم. آقای کروش خان بفرمایید. اینم میگه بنشین. من چند بار بگم من موضوع ندارم، انگور گفتم به من بده دیگه. راست میگه. خب ناراحتی نداره، من الان میرم برات انگور میرم. اصلا نه ناراحت. کروش میگم که یه بار دیگه برام تعریف میکنی چه جوری دزداری گرفتی؟ نه چرا دیگه گفتم دیگه، بابا یه بار گفتم دیگه، امشب پخش میشه ببینین دیگه. خب آخه من دوست دارم خودت تعریف کنی. حالا حسنا بابا گیر نده دیگه. ببین کروش وقتی تو تعریف کنی اصلا هیجانش بیشتره. باز گیر داد بابا، امشب پخش میشه ببین دیگه هشتونی مصاحبه ما. پخش میشه دیگه. اون که بل نمی کنن که. الو بله بله خودم هستم. بله کروش پیردوس هستم من. کدوم نشریه؟ نه من با شما مصاحبه نمی کنم. نه خیلی اسم نشریتون بده، خیلی، یعنی عوض کنین اسم نشریتون. بله خداحافظ. من بابا اومد. سلام علیکم. آقای نیرون برنامه شروع نشده هنوز؟ 8:30 این چیه؟ این ویدیو آوردم از مغازه که برنامه چند تا کپی بگیرم بفرستم برای این رفیقام که تو خارجن. حال نمی‌کنم پسر قهرمان. حال می‌کنن، حال به کپی رایتش چی میشه؟ کپی رایت داره این. کپی رایت یعنی چی؟ کپی رایت یعنی یه کاری که مال منه، اختصاص به من داره، شما دارین در واقع این کارو غیر قانونی میدین، اینجوری تو بازار عروش دارین تکثیر میکنین میدین تو بازار. کروشان بازار کدومه؟ من گفتم چند تا از رفیقام تو خارجن نیستن، میخوام اینا کپی بگیرم بدونم من چه پسر قهرمانی. به هر حال اگه این کارو بکنی من خیلی از دست شما دلخور میشم. آقا جون من غیر تو پسر دیگه ای که ندارم. تو گلم تو چی میخوای؟ تو هر چی میخوای اونو به من بگو، من هر چی میخوای تهیه میکنم. موتور نه ماشین نه کایت. کوروش خان بفرمایید. سلام آقا دیدو. سلام. بیا بهروش من گفتم یه خوش انگور بیا دونه دونه، من دوست ندارم دیگه. او چرا اینجوری میکنه؟ بابا بالاخره فکرتو کردی چی میخوای یا نه؟ بابا یه خوش انگور میخواستم. خب من همینم بخور دیگه، انگوره کوروش دیگه. کوروش موتور. خب قایق موتوری. یه کاری بکن به من یه پشه تو روز نشون بدی یا من خیلی چکر دیگه. چیه دوباره؟ هیچی. یعنی الان تو برای هیچی داری اینجوری گریه میکنی؟ نه الان دلم گرفته. من با هزار امید و آرزو بدم توی خونه که یک شوهر شجاع داشته باشم. اصلا شوهرهای همه شجاع هستن، شوهر ترسو بزدل. چی میگی واسه خودت؟ شوهر کی شجاعه؟ خودتو به اون رو الان نزن دیگه، میدونی دارم آقای کوروشو میگم. خوشبال بهنوش خانم واقعا کیه؟ بدبختی شدیم. بیاین تو. سلام خوبی منی؟ خوبی؟ نه بابا
خوب چیه؟ آدمی که یه شوهر ترسو داشته باشه که دیگه حال حوصله واسش نمیمونه. آره میدونم چی میگی. الان چه سرنوشتی ما داشتیم. چی میگین چه سرنوشتی چیه؟ چی چیه؟ خب چه سرنوشتی ما داشتیم؟ دو تا شوهر ترسو بزدل خوش به حال ما غم مهنوش خانم. منیج گرفته یه بچه 12 ساله رو تو خیابون زده، اون وقت افتخارم میکنه. واقعا که خوش به حال این بهنوش، عاقبت به خیر شد. همینو داشتم الان بردر میگفتم تا شما بیاد. خب حرف بزن تو، همون گوشه‌ی بقچه نشستی. خب اگر چیزی بگو. راست میگی. ببینید ما ویژه تو یکی ساکت شو که صدای تو رو نمیخوام بشنوم. اردیخان بزن شبکه سالن، این آقای کوروش رو میخواد نشون بده. ای خدا. خیلی خب نشستیم داریم دور هم حرف میزنیم. ولش کن اونو. کنترل بیمه. بیرندگان عزیز. الان از مقابل یکی از شعب مؤسسه مالی اعتباری شهر هستیم که امروز صبح توسط یه سارق مسلح مورد سرقت قرار گرفت. اما این سارق به خاطر شجاعت یکی از شهروندان جسور و فداکارمون در رسیدن به این نیت پلید ناکامون، الان در خدمت این شهروند شجاع و در میان مردم هستیم. معرفی میکنم، آقای کوروش پیردوز. سلام علیکم. عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. من کوروش پیردوز هستم. آقای کوروش پیردوز، میشه در مورد این کار بزرگی که امروز انجام دادید یه توضیحی برای مردم بدید؟ خواهش میکنم، من کاری انجام ندادم. ای بابا شکست نفسی میفرمایید. بینندگان دوست دارن که داستان شجاعت شما رو بشنون. نه من روز صبح اومده بودم این مؤسسه، بابا فرستاده بود منو حساب باز کنم. بعد اومدم اینجا، البته من نمیخواستم بیام، بابام به زور منو فرستاد. بعد من اومدم اینجا که یهو دیدم این آقا اومده و میخواد که سارق مسلحی بشه. وای الان چقدر بهش خانم داره به همچین همسری افتخار میکنه. بابا دو فیلم این باور نکنی شلوغش میکنن بی خود. آها من براتون الان شهر میدم کاملا چیه ماجا. من اومدم صبح اونجا، بعد این آقا یهو دیدم داد میزنه و هوا رو داره میزنه، اومد تو نقاب گذاشته بود روی صورتش با اسلحه بود. بعد من گفتم چیکار بکنم که بریم حواس اینو پرت کنیم. رفتم بهش گفتم شما نمیدونی محل اختفای پشا کجاست. اومد تا فکر بکنه، من دستشو از اینوری گرفتم پیچوندم، دستشو پیچوندم، بعد اسلحه‌شو گرفتم، بعد دیگه تحویل این چیز اینا. بسیار عالی، حالا میریم سراغ این سارق مسلح. من اردن بام شو میخوایم که خودش امروز این مطالب گزارش بده و بگه که خب شما خودتون رو معرفی کنید. من سارق مسلح هستم. منظورم اسمتونه. همینه. چی شد که تصمیم گرفتی چه کار زشتی رو انجام بدید؟ دوست نابا و پدر و مادرم هم از هم جدا شد. این چه ربطی داره آقا؟ تو تلویزیون مگه نگاه نمی‌کنی؟ همش برنامه‌های تلویزیون در مورد همین چیزاست دیگه. چی شد که دستگیر شدید ها؟ این آقا با شجاعت اسلحه منو گرفت و کتکم زد. بله من هم فکر میکنم که دوست کوروش بوده، هم دست بوده. عجب آدمی رینده متقلی بوده. کی به تو گفت حرف بزنی بامشاد؟ اصلا هم صحنه سازی و دروغی نبوده. منیج اینو بگو از فردا این بهنوش را برا میخواد پاشه بیاد پوز شوهرشو به ما بده. اونا چه کار کنن؟ موشی جان حق داره، منم اگر همچون شوهر شجاعی داشتم و جسور هی پوز میدادم. بس دیگه، هی ما هیچی نمیگیم دیگه. حق ندارین از این لحظه راجع به شجاعت و نمیدونم کوروش و جسارت و اینا حرف بزنین. راست میگه اگر واقعا دیگه هر چیزی حدی داره دیگه. اگر تا کی میخوای به من توهین کنی؟ بگی باز دل ترسو میفهمی دیگه نباشه مفهوم شد؟ حالا پیام برای بینندگان عزیز این برنامه داری؟ چرا میخوام بگم که از باش بابا هرچی واقعا کسی من دست این کوروش نامرده. خیلی آدم رزدی اصلا. زندگی شد برامون بدبختی شد. گرفتاری شد. من میدونم با این کوروش چیکار، یعنی من با این کوروشه میدونم چیکار. سلام علیکم. سلام علیکم. اینجا وایستادین شما ها؟ بله. اینجا وایستادین؟ چیز شد؟ ما اومدیم آشغالا رو بذاریم دم در. پس کیسه آشغالاتون کو؟ کیسه آشغالمون کو؟ کیسه آشغال گمش، کیسه آشغال منو ندیدی تو؟ گمش کردی دوباره کیسه آشغال تو؟ من این کیسه آشغالم حواس که ندارم که. خب
من دارم میرم آشغالا رو بذارم دم در. بله که ماشین شهرداری میاد. بله بله. آشغالا جا نمونه. خواهش می‌کنم. آقای پیدیوس ببخشید، مگه کوروش خونه نیست که اون بیاره آشغالا رو؟ کوروش پسر من دیگه یه قهرمانه. بله. از صبح تا شب نشسته داره تلفن خبرنگارا رو جواب میده، وقت این کارا رو نداره. الهی قربونش برم. آقا من برم اینا رو بذارم دم در که در ضمن شما امشب دیگه دیر وقته، وقتش نیست برین کوروشو ببینین، فردا. آه. یادتونم باشه برای دیدن یه قهرمان کادو یادتون نره. آره یعنی خیلی خوشم میاد کوروش، کادو هم باید بخریم براش ببریم. آره این کادوه کم بود فقط. کاش اصلا این دوزه با تیر میزد تو مخش. نه اگه میزد من بهنوش بدبخت میشد، دیگه چیز میشد. نه یه دوربی مخفی کاشکی مینداختن که مسخرش میکردی، میخندیدی. نه ولش کن، چی کار کنی مردم؟ میگم شب باید تو راه رو بخوابیم. آجه هنو اینجا بایستدین که ایرانسیز ما میخواییم، گفتیم بیایم یه قدمی تو راه رو بزنیم، هوایی بخوریم، هوایی عوض کنیم. من نمیدونم این آدم های بیکار چی کار دارن تو این راه رو بایستدن. یاد بگیرین اگه مثل پسر من قهرمان بودین، کار داشتین، اینقدر تو این راه رو علاف نبودین. یادتون نره برین دنبال کار بگردین، علاف نباشین. من میدونم با این کوروش چیکار کنم. حالا ببینم. حالشو میگیرم. حالا باید شب تو راه رو بخوابیم. هرگر دیگه آدم. خب پس چی؟ میخوایی بریم هتل؟ آره فکر خوبیه. بریم یه هتل خیلی خوب. اونجا میخوابیم. ها؟ ها؟ هیچو همینجور دارم نگاهت میکنم. خوشم میاد ازت. آیکیو! خب ما پول داریم بریم هتل. تو راه رو باید بخوابیم شب. خودم میدونم یه خواستم به هوش تو تست بیم. خب بخواب! سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ خوب هستی شما؟ ببین شما بفرمین جانم. هیچی اومدیم امضا بگیریم. آخه بده من عزیزم ببینم برکاتون. آقا صبر کن بینم، آقا نگه دار، آقا کات بدیم بینم. بچه های تدارکات کجان بدارم سکانس بگیریم؟ از ما امضا برای چی اومدن بگیریم؟ سکانس کدوم آقا؟ ما اومدیم از کوروش امضا بگیریم. سکانس چیه؟ از کوروش؟ کدوم کوروش؟ کوروش قهرمان. کوروش قهرمان. آره؟ بله بله. از کوروش قهرمان اومدن. سلام کوروش. سلام. سلام شما خوبه؟ زحمت کشیدین تا اینجا اومد. من میومدم خونه امضا بدم. من میومدم دم در خونه. من وظیفه منه من بیام. خیلی شما رو دوست. پارتی بازی نداریم. میرین تو صف، همه میرین تو صف. صف کجاست بابا؟ شما میخواین بعد برین ته صف. شما امضا میخواین بعد برین ته صف. تو ما امضا بگیریم. بله تو. پس چی؟ دست شما درد کنه. آره بریم. آره کی خیلی ممنون. خیلی سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. بچه این کوروشه خیلی معروف شده. خیلی خوب بابا بذار برسیم بعد راجع به این حرف بزن. بله واقعا این کوروش خوش به حال شما دوتا که شما همسایه کوروش هستین. ببینم هر روز میبینینش نه؟ کی کوروش پیردوست؟ بله بله. اردل جون ببخشید. این بچه خواهر من شایان 11 سالشه، خیلی دوست داره یه امضا از کوروش داشته باشه. میدی به کوروش امضا براش بکنه؟ دست درد نکنه. بیاین امضا کن براش بکنه. اسمش چی عزیزم؟ چیکار داری میکنی؟ چرا میدی به اون؟ میگم کوروش امضا کنه. بابا جان این که هم معروفتر و محبوبتر و مشهورتر از اونه که. آره عزیزم بذار من بفهمم. آخه امضا اینو میخواد چیکار بکنه؟ اصلا لازم نکنه. بده به من. بعد از ظهر خودم میرم مغازه پیردوز ازش امضا میگیرم. خیلی خوب بفرم. بابا این چه کاریه؟ اصلا درست نیست که آدم پیشرفت دوستش رو نتونه ببینه ها. اینه بهش میگن حسادت. شما باید به داشتن همچین دوستی افتخار کنید. بشین بابا. افتخار کنی. بله. سلام علیکم. سلام. سلام آقای دادی. سلام آجا. چه خبر؟ سلام آقای دادی. بامشاد یک لطفی بکن از این شوهر خواهرت کوروش یک امضای برای من بگی. کوروش زهرمار خنده داره.
یک گفتم یک امضا از کوروش برای من بگیر، همه دوست رفیقای من عکس و امضا ازش دارن، من ندارم. آی جابری، آخه عکس و امضای کوروش به چه درد شما میخوره؟ بله تو ببند و دهن، من از تو سوال کردم، من از شما چیزی پرسیدم. نه ماه ننگ و آبی ریزی و خفت من؟ بله نه نفس این و تو دیگه جفتتون سر تا یک کرباسی، جفتتون ماه آبی ریزی و خجالت من هستی. من زمانی که اندازه شما بودم باعث افتخار بودم تو فامیلم، پدرزن من به من افتخار میکرد. شما وقت چی؟ دری جان دیگه اینقدر ما بد نیستیم. نه خیلی خوبی شما، زمانی که من اندازه شما بودم با دو تا اسب از این ورده تاخت میکردم اون ورده، از روی این اسب میپردم روی این اسب، از روی این اسب میپردم روی اون اسب. تو شب از فاصله 10 متری پشه رو چنان میزدم که چیش تکه میشد. و وقت شما چی؟ پدرزن من همیشه میگفت که تو ماهی افتخار فامیل من هستی، به من افتخار میکرد. و وقت شما چی؟ تو تا احمق کودن ابله. دری جان دیگه اینا تویی نکن، من اجازه نمیدم شما به من به دهنتا پیردو سلام باید به کوروش افتخار کنه، به من فرق بفروشه حقم داره. چرا؟ چون پسر اون شجاع دلیره دامادای من ابله. باید داری توی میکنی داری جان، من گروه هم داری لکیدار میشه بره. تو چی گفتی؟ نه نه این یه دفعه عصبانی شدی. نه بذار چی گفتی تو؟ گفتم گروه هم لکیداره. برو بیرون. نه میگی عصبانی شدی. حالا برو بیرون. من مگم جفتتون بری بیرون که هیچکرا نمیخوام الان ببینم. یه جوش مختصر باشو گفت شما برو بیرون. یه لحظه بگم برو بیرون. خیلی خورو بیرون تا نزدم. تو رگی نداری؟ کی؟ تو یعنی غیرت نداری؟ تو هیچیت نمیشه؟ این همه دارن تحقیرمون میکنن، اونم به خاطر کی؟ به خاطر یه آدمی مثل کوروش؟ تو اصلا این سیب زمینی، یعنی اصلا گار رنگا. ببین من چون روحیم قویه برو خودم نمیارم، به خاطر اینکه روحیه تورم خراب نکنم. لطف کن از این به بعد به روی خودت بیار، چون مسئله بسیار مهمیه. خب حالا چی کار کنیم؟ من حالا یه نقشه ای دارم. گوشت رو بیار. خیلی خوب. AASL please. How old are you? Where are you from, Mr.